سلام با شما با فراخبر امشب خوش آمدید. در پی نگرانی ها از خط برق وارداتی به افغانستان، شرکت برشنا تصمیم گرفته تا جایدادهای مقام های حکومت پیشین و زورمندان را که پول صرفیه برقشان را نپرداختند به فروش برساند. مسئولان این شرکت میگویند که در حال ترتیب کارشیوه منظم برای این کار هستند. با این همه شهروندان کشور با استقبال از این تصمیم شرکت برشنا میگویند حکومت از هر راه ممکن باید از قطع شدن برق وارداتی به افغانستان جلوگیری کند. آقای صفی الله احمدزی رئیس بخش عملیاتی شرکت برشنا اینجا در استودیو و آقای امان الله غالب رئیس پیشین شرکت برشنا روی خط اسکایپ با ما وصل هستند. کردو میمان را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای احمدزی، چطوری تصمیم گرفتین؟ سلام خدمت شما، خدمت غالب صاحب محترم و تمام ملت افغان. تشکر از اینکه روی از این موضوع بحث خود ادامه میتیم. ما در مصاحبه خود قبلا هم تذکر دادیم که ما روی یک میکانیزم کار میکنیم که یک پالیسی منظم را جهت حصول قروض برشنا شرکت ایجاد کنیم، که فعلا کار روی ازی روان است و ما باید پالیسی هایی را بر ازی ایجاد کنیم تا بتانیم که قروض خود به شکل خوبتر و زودتر جمع آوری کنیم و کسایی که از سالهای متمادی مقروض هستند برای از اونا طبعا که تا فعلا اینا حاضر به تصفیه قروض خود نشدن باید یک راهی حل بدیلی بر از اونا بسنجیم تا بتانیم که قروض خود حصول کنیم. خب به فروش رساندن جایداد از اونا چه درد را دوام میکنه؟ آیا به اندازه جایداد از اونا است تا قرض های شما جبران شود؟ خب اینجا نیاز است تا یک کمیته مشترک از حکومت که مثلا کمیته با صلاحیت باشن، از ارگانهای امنیتی باشن، از ارگانهای عدلی و قضایی باشن ایجاد شوه و بعدا اینا یک تصمیم بگیرن، تصمیم از اینا بر مبنای قوانین نافذه کشور باشه و بعد از تصمیم از اینا باید ابلاغی بر از این مشتری های ما داده شوه و این مشتری های ما نظر به مو ابلاغی که مقید است به یک زمان باید یا پول بر خود پرداخت کنن. در صورتی که پرداخت نکنن شما میدونین که باز محاکم تجارتی است که محاکم تجارتی روی ازی کار میکنه و امی ملکیت‌های ازی را ضبط میکنن. این در افغانستان وقتی که نمیشه در بسیاری از کشورهای مروج است که امی کار صورت میگیره و بعد از اینکه ضبط میشه و یا پول پرداخت هم نمیکنن بازی را به مزایده میگذارن و به فروش میرسانن و مقدار پولی که قروض دولت است باید او را پرداخت کنن. فکر میکنین در این شرایط کس آماده باشه تا بخره جایدادهای از اینا را؟ خب این یک پلان دراز مدتی است که باید این انجام شوه و باید یک فشار بالای کسایی باشه که اونا اعتنا نمیکنن به قوانین نافذه کشور و اونا اعتنا نمیکنن به خب بیشتر از اونا در بیرون از کشور هستن چه پروا دارن؟ خب به هر حال ما مجبور مکلف هستیم که قروض خود وصول کنیم به هر راهی ممکنه که باشه که در تضاد با قوانین کشور نباشه. ما مجبور مکلف هستیم که پول جمع آوری کنیم. در غیر از او اگر ما به می شکلی که ادامه داده شده تا فعلا ما زیان مالی بیشتر خواهد کردیم که اگر ما فکر کنیم ما برق به دلار می خریم و پس دوباره بر از اونا افغانی را جمع آوری می کنیم و پس دوباره ایره که وقت اکسچنج ریت که مد نظر بگیریم ما بسیار یک ضرر بسیار انگفت دیگه قبال می کنیم که ما یک سال اگر تخمینی فکر کنیم در حدود 50 میلیون دلار ما نواقص ما نقص ما یا ضرر ما از نگاه مالی صرف در این بابت است که مردم اعتنا نکردن و پول برق تحویل نکردن. آقای غالب، فکر میکنین که یک تصمیم عملی به نظر برسه؟ تشکر از دعوتتون به برنامه. سلام به جناب احمدزاد صاحب و شما و تمام بینندگان تلویزیون طلوع. اول خو گام نیک است، یعنی ای در وقت حکومت قبلی هم چندین بار پیشنهاد به حکومت شده بود مگر متاسفانه ای امکان پذیر نیست و جوابده کوتاه مدت اگر بگویم که مقدار بسیار کوچکی به دست خواهد آمد، چون اکثر مشکل جایداد و گپا قوانینی که قبلا ما سرش بحث کرده بودیم در حکومت قبلی هم مالک خانه شخصی که بل برق به نامش است مشکلات حقوقی داشت به نام از او شخص، خانه به نامش نیست. اگر خانه به نامش است اوجا مشکلات ورثه و مشکلات حقوقی بسیار زیاد است. و گپ دیگه که شما اشاره کردین که فکر کنیم که همین کل گپا جور شده باشه مشکلات حل باشه، در حالت وضعیت فعلی کنونی افغانستان من باور نمی کنم که کسی حاضر شوه که جایداد یک از زورمندان یا کسای دیگری که قرضدار باشه بخرن، مگر به خاطر از این
قسم احمدزه صاحب گفتن ما موافق هستم که یک مثال باید جور شوه کسایی که مال دولت را میخواهد چور کنن یا دوزی کنن یا غفلت کنن در پرداخت حق ملت باید جزا داده شوه اگر امکاناتش باشه که کدام طور نمونه یک نمونه به خاطر پن گرفتن از آینده به کسان دیگه کار نشه به این خاطر خوب است. من به خاطر مشوره کردم آقای غالب که بیشتر از می افراد ظاهرا در بیرون از کشور هستند. فکر میکنین پروای همین موضوع را داشته باشند؟ چطور میشه اینا را به گفته شما مجازات کرد؟ چطور میشه اینا را هشدار داد؟ گفتم از این خاطر مشکل عملیش تطبیقیش در فعلا حکومت فعلی در زمان فعلی مشکل است و پولی که لسه که چیزی که رسانه شما شوینده میگپا دور 500 میلیون افغانی که دور 10 میلیون 8 میلیون دلار شوه این اوقدر درد مشکل تا کوچک بسیار حل خواهد کرد مگر در از مدت باید برنامه‌های بزرگ دیگه باید داشته باشند که عاجل باید چون تا برنامه قبلی شما شنیدیم گفتن که 62 میلیون است مطابق راپوری که مد پیش ماست 80 میلیون قرض رسیده که اینا خاطر این پولا قدر مشکل حل نمیکنه من به خاطر که یک اصول جور شود مردم پند بگیره به اون خاطر کمک کرد مگم عملی بودن این تطبیق پروژه کار خوب است اگر بتونن بسیار کار نیک است مگر عملی بودنش در وقت کی میخره نیست یک نظر دارم اگر فرض کو وزارت مالیه دیجا پیشگام شود چون برشلا خودش نمیتونه وزارت یک کمیته گفتن اگر وزارت مالیه درس باشد چون اگر خود برش مردم نباشه مردم کس خریداری نیستد وزارت مالیه باعث ملکیت خود اگر حساب کنه بتونه به شرطی که مشکلات حقوقیش حل کنه باز یک راهی بوده میتونه مگر یک دوای مشکل حقوقی را ورسه را به وجود میاره که مردم اکثر و دو مشکلی که قبلا شما خبر هستین اکثر خانه زورمندا که شما نامش ضرور نیست که بگیریم لستا قبلا نشه شده بود که از خانه غصب شدگی است خانه را غصب کنن از مردم دیگر را اینا دو خانه است دیگر بل برق و اینا را استفاده کنن اینا امکان از اینکه خانه غصب شدگی را پس دوباره چطور بفروشن چطور کار شود یک ذره مشکل خود به وجود آمد. خب اجازه بتین بله با توجه به چالش هایی که آقای غالب اشاره کردن مسائل حقوقی کس در این وضعیت نمیخره چطور تطبیق میکنین این برنامه را؟ خب شما اگر کلیپ مرا دقیق گوش کرده باشین ما اوجا گفتیم که ما روی مکانیزم کار میکنیم روی پالیسی ازی کار میکنیم روی قوانین کار میکنیم که ایرا ما برای حکومت پیشکش کنیم و بعدا روی ازی مثلا قسمی که غالب صاحب گفتن باید از وزارت مالیه و از بخشای بلند حکومت که باید در این تصمیم گیر باشند باید تصمیم اتخاذ کنند. درست است که این حق را برشنا شرکت ندارد تا توی قوانین نافذ کنه ولی حکومت بدنی حکومت با این موافق هستند که تا یک قوانین سختر را ایجاد کنند تا بتانیم که پروسه را پیش ببریم. اصلا باید ما مثبت نگر باشیم که ببینیم که به کدام شکل ما میتونیم که از چالش هایی که وجود دارد چشم پوشی کرد. درست است ولی ما باید مثبت نگر باشیم چه رقم بتانیم که مقروضات هایی که پول بیت المال است چه رقم حصول کنیم. میایم سر یک موضوع دیگه گپ میزنیم که خانه های بعضشان درست که غصب بوده باشه بعضی کسایی است که مثلا کرایه نشین بوده باشه ولی در عموم اینا جایدادهای شخصی خود را هم دارن که در ولایات و یا در بخش های دیگه وجود داره که ما میتونیم از اونها هم استفاده کنیم و ایره باز ما تصمیم نمیگیریم بلکه یک کمیته با صلاحیت تصمیم خود گرفتن ابلاغیه خود دادن و بعدا به محکمه تجارتی خود رفت و محکمه تجارتی سر از این فیصله خود کرد و کار پیش خود رفت. در رابطه با مقروضیت های برشنا شرکت بگویم تا آخر از این هفته ما تقریبا در حدود 75 میلیون دلار از کشورهای همسایه مقروض میشیم چون برق را که مصرف میکنیم هر روزی که تیر میشه هر هفته که تیر میشه هر ماهی که تیر میشه این ازدیاد پیدا میکنه 75 میلیون ولی اگر از کمپانی های داخلی که برق را تولید کردن و بالای ما فروختن ما تقریبا در حدود 13 میلیون دلار قرضدار هستیم که در مجموع اگر ما ببینیم 88 میلیون دلار ما از پول یعنی بدهی خود ما داریم که باید برای کسایی که از اونها برق خریدیم برای از اونها پرداخت کنیم. موضوع یا هدف ما برای این است که نه تنها این که ما بتانیم که از این طریق پیش بریم ولی طریقهای دیگه ممکنه که قابل اجرا باشه و در
نظر به قوانین کشور ما باشه ما سر از یاد تطبیق کرده بتونیم ما فشارهای را بالای از اینا وارد کنیم. مثلا ما قبلا مثلا در حکومت قبلی پروسه‌ای را مد نظر گرفتیم که یا مثلا ممنوع الخروج شوند اینا رفتن اتانا دیگر فرق یعنی اون شرایط فرق میکنه ولی شرایط فعلی باید همی کمیته کار کنن روی دلایل کار کنن روی قوانین کار کنن که قابل تطبیق در افغانستان بر فعلا باشه. خب شما یک موضوع را اشاره کردین که جایدادهای از اینا به فروش برسه و آقای غالب هم گفتن که شاید ناممکن باشه. خب اگر بتونین نور الا نور اگر نشه گزینه بدیل دارین از کجا پول میکنین به قرضها باید همین قرضا رو چطور میپردازین؟ قرضای ممالک همسایه را ما گفتیم قبلا هم تذکر دادیم که 90 میلیون دلار ما از اونا خواستیم که اگر اونا کمک کرده بتونن با ملت افغانستان او کار خوبی است. در پالویش ما یک مقدار پولی که داریم امیال در حدود 55 میلیون دلار نقد خود ما داریم و جمهوری عواید ما ادامه داره و این هم میتونه که به شکل قسطوار به ممالک همسایه پولا را تادیه کنیم و یک سلسله مشکلات ما را حل میکنه. ولی ما این باید تذکر بتم که برشنا شرکت مثل یک آسیابی است که به چرخش است همیشه و ما میتونیم که از یک سو برق به فروش برسانیم از سوی دیگه پول جمع‌آوری کنیم. درست است که ما مشکلات بانکی در این اواخر داریم. ما باید مشکلات بانکی خود به شکل بنیادی باید حل کنیم و در پالوش ما این موضوع را ابلاغ میکنم که باید بانکای تجارتی ما که هستن روی یک میکانیزم کار کنن پولای برشنا شرکت را که یونما را دریافت کردین پاسخ یونما تا فعلا بر ما مثبت یا منفی ندادن ولی روی این میکانیزم کار میکنن تا یک راه حل بنیادی برای ما پیدا کنه. بله. در پالویش ما باید یک چیز را بگم که بانک‌های تجارتی باید کار کنن اینجا. اگر کار نکنن پول نقد پیش از اینا موجود نیست. یگانه کسی که برای پول نقد داده میتونه مشتریای ما است. مشتریای ما وقتی که پول نقد میته یا میتونن که کارهای دیگه خود همراهش پیش ببره و در پالویش یک سپورت یا یک حمایت برای برشنا شرکت باشه. آقای غالب رجوع کردن به یونما یا سازمان‌های دیگر جهانی فکر میکنین که راه به جای ببره؟ اول خوب رو کردن به جامعه بین المللی در 20 سال گذشته باید از تجربه مشکلاتی که چالشایی که ما هم داشتیم باید بیاموزیم بر از اون اقدام کنیم. یوناما دفتر خودش پول نداره پول از دونرها جمع میکنه از کشورهای بین المللی دیگه. اکثر کشورها اکثر افغانستان متاسفانه حکومت فعلی به رسمیت نشناخته از او خاطر خود از او پول جمع کردن که پول بتن به افغانستان و او هم که با پول با بتن که مصرف برق شخصی یک نفره خصوصا کسایی که برق مصرف چیه پارک سنتی باشد چیه از تجارتی هیچ امکان نداره که ما به برق که ما تو در خانه خود مصرف کنیم با پولش قرضدار باشیم یا خود داشته باشیم یا نداشته باشیم پول ما بتن. امکان یک قسم داره که قبلا دونر کمک چه قسم میکرد اگر تشویق شوه کمک شوه که ادارات دولتی را اگر شفاخانه ها را جهات که پابلیک هست مردم هستن اونور اگه یک لیست جور شوه یک پول مقدار کم که 90 میلیون هیچ امکان نداره پرداخت کنه یک پول مقدار کم اگه دارد دولتی بتن یکی دوم ای خو اگه بریم که طور مثال یونما یک مقدار پول برشنا داره یک مقدار پول یونما از دونر اگه به شرطی که بته از دارد دولتی ده ما بعدی چی میکنیم ما شما همین گپ یک پیران خود احمدزاده هم گفت یک چرخش است که روزانه مصرف است هفته پیش 62 میلیون بود امروز گفتن که 88 میلیون است. یک گپ که من لیست که شما دیروز برنامه قبل نشر کرده بودین ما از جا احمد جای صاحب حتما جواب داشته باشن که لیست که من دیدم درودید از 50 چند میلیون 35 میلیونش از مای خود از سال گذشته از مای جون جولای قبل از حکومت طالبا قرضدار از برشنا چرا بر اداره بر برشنا این قرضدار از او پرداخت نکنه او خواهید هم خوب بود و حکومت هم بود سیستم بانکی هم نبود حتما کدام مشکلی در سیستم پرداخت جمهوری بوده باشه یا پول مصرف درست نشده باشه. از او خاطر این 55 میلیون اکثر پیسه اشکال است پول از اون وقت هایست قرضارهای چند وقت پیش است که ایران باید من روی کار شود. از این 55 میلیون فکر میکنین که در این قرضهای فعلی استفاده نمیشه؟ میشه دقیقا میشه. مثال بود که مشکلاتی که قبلا پرداخت نشده بود روی از او کار شود. چرا اون مشکلات اگر بازم وجود داشته باشه بازم مصرف هر روز اضافه میشه اگر سیستم بانکی یک منظرم یک راه چالش بسیار بزرگی نخواد باشه چون قبلا یک 10 سال پیش سیستم بانک نبود در افغانستان کدام بانک پرداخت نبود برشنا میتونه از طریق آفلاین بدون در مراکز ولایت ها یک کمیته جور شود. سیستم آفلاین در وقت قبلی ما بند کردیم به خاطر فساد بود اونجا وقتی که ما آمدیم به امضا صاحب در کمیته بودن این بند شد مگر آل حکومت
علی فساد بسیار قوی تر است، مبارزه قوی میکنند. مطمئن هستم کسی جرأت فساد نخواهد کند. از او خاطر امی ولایت ها و کسی دیگه اگر بانک ها کار نمیکنند مشکل دارند. ما به دست به زیر علاشا باید نبشینیم که بانک تو وقت جور میشه ما بشینیم خیلی پیسه جمع کنیم، چون هر روز مصرف میشه. اقدام دیگه ای که اینا باید عاجل کار کنن، منتظر یوناما و گپا نباشن، برن عاجل کنن. باید دیروز باید میرفتن کشور همسایه، استادم روز گفتن خود یا دوستا که باید کشور همسایه برن برق کم بخریم. ببین از اشتباهاتی که ما در 20 سال چه مسئول ما بودیم یا کس دیگه بود، هر کسی که اشتباه کردیم، آل تیم نو باید برنامه نو حکومت نو اشتباهات بیاموزیم، ازی امیروی برنامه خودکفایی که بتانیم خود ما تولید کنیم، روی زود تمرکز از راه های شبکه منتظر متکی به همسایه در آزمدر نباشیم. خب با کشورهای همسایه چی گفته باید شوه؟ بله؟ با کشورهای همسایه که شما میگین بر ما برق میتن چی باید گفته شوه تا قناعت کنن؟ برق حال ما ببینیم حال پول امکانات مشکلات مالی داریم، مشکلات سیستم بانکی داریم، مشکلات جمهوری داریم، مردم پول ندارن که پیسه پرداخت کنن، پیسه نان ندارن. از او خاطر از همسایه برق عاجل باید کم خریداری شوه، که در همسایه باید صحبت های شوه که شما در 10 سال یا 15 سال برق خریداری کردیم، بین پول در قسط که چون تفاهم شوه، چون ما قسط قرارداد سر از نو قرارداد سابقه فسخ است، یک قرارداد نو دور می طرفه در قسط در از مدت و پولی که فعلا 55 میلیون است باید عجل یک قسمت چه برشان برداشت کنند. تشکر آقای خانه. جمع شوان که پیسه برشان پول می آید و پرداخت نوی را تغییر بتن. مصارفی که در خود حکومت افغانستان است، ادارات دولتی مطابق حکومت نو 12 بجه بسته می شه. تمام ادارات بار شوقت کنه، از طرف روز مردم به خاطر یک حالت استقرار است که پرداخت اگر نشه خدا ناکده قطع شوه یک بحران است. ما نتشیم که سبا روز ما خدا ناکده میخوایم که یک مثبت گران نباشیم یا کوشش مردم بترسانیم، نی ما از حقیقت باید خبر باشیم. اگر جلوش امروز گرفته نشه این یک سبا روز یک بحران بزرگتر میشه. تشکر آقای غالب. بله، از 80 به 100 به 200 میلیون خواهد رسید، وقت باز ناممکن است که جلال بیخ گرفته شود. تشکر آقای امزایی. زمانی که حکومت طالبان روی کار آمد گفته میشد که از خانه فلان رهبر اینقدر پول به دست آمد، از خانه فلان رهبر اینقدر. شما حکومت پرسان کردین که آیا در بودجه شخصی خود اینقدر پول داره تا حداقل اگر راه های مختلف را که شما بسنجین و نتیجه نتا از جیب شخصی خود بپردازه؟ خب این پولی است که مربوط دولت است، دولت مخارج خود داره و برشنا شرکت یک شرکت مستقل است که باید نظر به استقلالیت خود، مصارف خود، تمام چیز خود تنظیم کنه. ما میخواهیم که بعضی موارد بپردازم به جوابات غالب صاحب. ما روی میکانیزمی که اگر کار کنیم که چی رقم از یوناما پول بگیریم، یوناما بر ما گفتن که شما مشکلتان چی، مشکلات پرداختی دارین که ما چی کمک کردن کرده میتونیم که با دونرها صحبت کنیم، با اید ایجنسی یا کسایی که کمک کننده است با اونا صحبت کنیم. ما برشان این موضوع را پیشکش کردیم و این یک پروسی است که قبلا ما انجام دادیم. در وقتی که کرونا بود تقریبا بیشتر از 300 میلیون افغانی را ولایت کابل کمک کرد با مشتریای ما که کمتر از 1000 یا 1000 افغانی اینا مصرف برق دارن، یعنی او رو بر مردم یک کمک کرد. ما هم تو به مردم یک کمک خواستیم. اگر به دولت کمک کنن او هم راهی بدیل داره. ما چند آپشن دیگه داریم که ما میتونیم از او استفاده کنیم و یا ایره بگیم که به کدام شکل ما میتونیم که امی پول از اونا را حصول کنیم. میایم سر یک موضوع دیگه که بعض پرداختایی که از مایه حوت مونده ای تنها از کشور ایران است و غالب صاحب از جریان خبر هستند که ایران در تحریمایی که قرار داشت ما نمیتونستیم مستقیم بر از اونا پول بتیم و اونا باز یک مکتوب میدادن که امی پول ما رو به خاطر که قصداری از اونا از کشور ترکمنستان بود از طریق بر ترکمنستان پرداخت کنین، که این کار همیشه ما انجام میدادیم و یک مقدار پول از واک از مایحوت و یا مانده و نظر به این که مثلا اگر 30 میلیون ما قرضدار از وا می بودیم و میگفتن 10 میلیون نظر به قرضداری ما برای کشور ترکمنستان بتین، یعنی اون مقروضیت ها از سابق که است باقی مانده. ما کشورهای همسایه ما نامه های رسمی ارسال کردیم، جلسات متعدد با اونا VTC داشتیم و این موضوعات هم راشان یاد کردیم. در پلوش ما در این نزدیکی ها با یکی از کشورهای همسایه جلسات خود داشتیم و هم راشان صحبت کردیم. در رابطه به خریداری کم برق از کشورهای همسایه، ما طبعا با آمدن از این تحول مصارف مردم کم شده. ما تقریبا در ماه قبلی منفی 24% از کشورهای همسایه یعنی برق کمتر مصرف کردیم. وقتی که این به تناسب از اون میبینیم ما در اینجا جریمه میشیم. ما باید منفی مثبت
باید 10% باشیم. در اینجا باز در این حالت که ما میبینیم ما یک نامه رسمی بر از اونها روان کردیم که ما مورد جریمه قرار نگیریم، چون حالت اضطراری است، وضعیت تغییر کرده، فلهازا ما همون مصارفی که قبلا داشتیم او را انجام دادن نمیتونیم و این موضوعات ما در جلسات رسمی خود با اینا در میان میگذاریم و فردا و پس فردا ما جلسات متعدد با اینا داریم و ایره جدی با ایشان تعقیب خواهد کرد. تانوس کدام کشور که بر ما برق میته کدام مهلت تعیین کرده که تا این زمان باید پولتان پرداخته شود تا این زمان یا نه؟ نه خیر، ما بر از اونا ابلاغ کردیم که در حالت فورس مجور هستیم، حالت ما استرار است، بانکای ما به این مشکلات مواجه است و ما نمیتونیم که بر فعلا پول شما را پرداخت کنیم و اونا تا فعلا بر ما کدام اطلاعی ندادن که آیا ما میخواییم برق را قطع میکنیم و یا یک نگرانی در این بخش وجود داشته باشه. حتی تاجکستان؟ تاجکستان و تمام ممالک. آقای غالب، همه ای گپ ها امیدوار کننده است، پس جای نگرانی در کجاست؟ گفتم که یکی گپ امیدوار کننده است، من عملی چیزی صورت نگرفته از وقتی که تقریبا دو ماه شده این مصرف برق هر روز اضافه شده است و روز جمهوری شده است، بل هر روز اضافه می شود. گفتم در ظرف یک از یک برنامه تا برنامه دیگه تقریبا 20 میلیون پیسه اضافه شد. مطمئن باشین که در ماه دیگه چون مصرف هر روز اضافه می شود و کار می شود و همسایام که اگر سیستم همسایه را شما ببینین، سیستم قانون از اونا برق، خصوصا ازبکستان که بیشترین برق برشنا می خره، برق سکتور خصوصی خود و تولید می کنند و حکومت های از اونا مطمئن باشین که اگر به حساب سیاسی تا یک مدت کمک خواهد کرد یا بشر دوستانه در دراز مدت اونا نخواهد کرد. گپ از امروز نیست که امروز باید عاجل شود 50 میلیون که چه قسم شود، باید دوم 50 میلیون پولی که احمد جای صاحب سرش اشاره کردن، اکثر این پولا که است به حساب پولایی است که تضمین قراردادایی که آی پی پی که سرمایه گذار سکتور خصوصی سرمایه گذاری کرده است، یک پولی است که در اکانت برشنا پول همیشه دو ماه باید رزرو باید باشه در حالت استرار که باید ای از او اگز یا کم میتونن چه استفاده کده. اگر بانک برشنا یک دم خالی شود بیخی به صفر برسه، او خود به خود باز اعتبار برشنا از منطقه باز خلاص میشه و همسایه که فعلا به مو امیده که در رزرو برشنا داره او باز از بین میره و اونا هم مطمئن هستن که یک اقدامای خود دیگر کنند. مگر عاجل کرده باید برشنا امی پرداخت های بلای خود که مردم مشکل فعلا دارند از دو ماه پرداخت قبلا بود، پس بعد دو ماه برسانندش، ضروری نیست که پرداخت شود. سیستمایی که غیر آفلاین بدون بانک بره پیسه رو بگیره. بعد در این وضعیت فکر میکنین آقای غالب از مردم میشه انتظار داشت تا چقدر وضعیت را مردم را نمیبینین که مردم حتی نان بخوردن ندارن، کار نیست، بیکاری به اوج خود رسیده، فکر میکنین مردم توانایی از این را داشته باشن تا بلهایی که برق مصرف کردن را بپردازن؟ نخیر نی، مصرف مردم عام که از شما در وقت کرونا پیشتر امسل یاد کرد، ما مردم کابل خصوصا که مصرف شدیم بسیار مصرف اندک کوچک است که پول مردم عام بپردازه. بیشترین مصرف برشنا که دارن از صنعتی و تجارتی و دارن دولتی است، اونو رو باید تمرکز کنند که عاجل پیسه بر امکانات پرداخت دارن، مردم پول ندارن و امکانات بانکی ندارن. مگر سیستم برشنا امی تجارت های تجارتی که از پارک های صنعتی هستن اینا امکانات پرداخت خود از طریق سیستم بانک در بانک دارن، اونا پرداخت ضرورت ندارن که برن نقد در بانک پیسه بکشن به برشنا. خود سیستم بانکی را تا جمع خبر دارم که حکومت اجازه داده است که از داخل به داخل شما میتونید پیسه انتقال بدین. چرا اینا اقدام نه اون صورت اقدام نمیشه که او بگیرن؟ ادارات دولتی وزارت مالیه باید امیج ضمانت تضمین پولی و گپاک هستند، باید وزارت مالیه باید عاجل اقدام کنه. جایدادهایی که مربوط خود برشنا است یا اسد گپای دیگه است که ظرفاست در حدود مجلس حتما تایید میکنن بیش از 15-20 میلیون مثالش پروژه بیات تضمین برشنا در بانک به ملی است. تشکر آقای غالب. آقای امزه امروز را چاره کنیم، فردا چی خواهد شد؟ خب در قدم نخست باید بگویم که این پولی که 55 میلیون است و این روز افزون اضافه میشه، این پول جمع‌آوری عواید است و قسمی که غالب صاحب گفتن پولای دیگی هم موجود است که اونا مثلا به شکل ضمانت به بانکای دیگی موجود است، اون نظر به قراردادهای است، او جدا است. و در یک بخش دیگه باید تذکر بتم که همسایه ما برقی که دارن زیادتر برق مازاد خود به فروش میرسن، به جز از بعضی کشورهایی که اونا توسط کمپانی های داخلی خصوصی تولید میکنن، زیادترشان کمپانی های دولتی هستن و تحت دولت کار میکنن و تحت مشرایط اینا برق تولید میکنن و ما امید به این داریم که اونا با دست به همچو اعمال نزنن که برق قطع کنن و ما یعنی
در اینجا نمی خواهند در یک وقت حساس ما که می بینم دولت فعلی افغانستان امارات که است که امیال روابط حسنه با کشورهای همسایه دارند که باعث از این نخواهد شد که با میلیون ها دلار که ما یا میلیاردها دلاری که با اینا روابط تجارتی داریم اونا را صدمه بزنند. ما جلسات متعدد با پارک های صنعتی داشتیم، با بانک های خصوصی داشتیم در رابطه با پرداختشان چه رقمی ها بتانن پول ترانسفر کنن و سهولت های بیشتر را برای ایجاد کنیم تا بتانن پول برق را تحویل بانک نمایند. دیگه روی از این بخش ها ما همیشه صحبت کردیم و ادامه داره و ما جدی موضوعات تعقیب میکنیم. آقای امان الله غالب رئیس پیشین شرکت برشنا و آقای صفی الله احمدزی رئیس بخش عملیاتی شرکت برشنا، تشکر از مهمان عزیز و دوستایی که بیننده فراخبر بودید. خدا نگهدار.